با اینکه سنی نداشت اما یکی از اراذل اوباش سطح یک اسلام شهر و جاده صابه بود و بهش لقب‌های مختلفی میدادن. جنگجو نترس، سلطان نبرد با چاقو و شمشیر و اسطوره لاتی سلطان آباد. اما وسط جنگ های نامردی اراذل اوباش این روزهای پرخط و خال و لقب دار، اون خیلی وقت بود دست به تیزی و جنگی بود و شرارت های اون باعث شده بود اسمش نه تنها تو سطح شهر معروف بشه، بلکه کاری کرده بود که تو هر منطقه پرونده های مختلفی در آگاهی برای اون باز بشه. کسی که نه هیکل درشتی داشت و نه خط و خال، اما آوازی درگیری ها و نزاهاش انقدر پیچیده بود که خیلی ها دنبال فرصت بودن اون از دور خارج کنن. نامش اسماعیل عرفعی، معروف به اسی حرفه‌ای، شرور جاده صابه بود. سلام، چطوری؟ سلام، سلامتی مهمونامون آوارزا آقا یوسف زحمت کشته قربونی داده آقا میسن دیگه آقا اسم نمیبرم تک تک سلامتی همه رفیقای خوبمون رو به صلوات بفرستید. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. وقتی سال 1365 تو اردبیل متولد شد، کسی فکرشو نمیکرد یه پسر ریزه میزه و لاغر یه روزی بتونه سر و ته یه محله رو ببنده و به خاطر درگیری و نزاهاش بیفته زندان. اما اسی عرفعی وسط اراذل و شرورهای دهه 90 که با فیلم و تهدید و رجزخونی معروف شدن و ادعای گندلاتی کردن بدون مجازی معروف شد. اسی یکه به زن بود و دست به قمه و شمشیر. وسط خیابون رو در رو می جنگید و اهل مجازی و فیلم نبود و با اینکه اسمش معروف بود اما هنوز یه دونه فیلم از درگیری و دور همیهاش پخش نشده. اسی از سال 85 وسط جوونی که تا کلش باد داشت یه پاش تو زندان بود و یه پاش تو کلانتری. اما همون دوره یکم که سر به راه شده بود یه قهوه خونه تو جاده صابه راه انداخت و همونجا شد پاتوق اراذل اوباش و بچه خلاف ها. همین قهوه خونه پای خیلی از گندلات ها رو به اونجا باز کرد و توجه خیلی ها به اون قهوه خونه جمع شد، از اراذل و اشغلاتی ها گرفته تا کلانتری و مردم عادی. اسی عرفعی که به زن قلدر اسلام شهر و منطقه نه قد بلند و هیکل گنده و نه خط و خال داشت، اما رخ لاتی بهش می اومد و چهرگه ساده اما شرورش برای خیلی ها ترسناک بود. سال 1394 وقتی از زندان آزاد شده بود و به خاطر درگیری تو منطقه جاده ترانزیتی و معروف ساوه به تهران رو بست و کسی حریفش نشد. لات پرهاشیه و خطرناک اسلام شهر از همون جوونی معلوم بود دوره درگیری و نظامی چرخه و دستش برای تیزی و قمه و شمشیر ضعف میره. عشق شمشیر و قمه بود و مثل رفیق همراهش. سر همین همراه بودنش تو یکی از درگیری‌هاش با چند نفر از دوستاش باعث قتل میشن و به خاطر قتل گروهی دستگیر میشه و چند سالی حبس کشید. در نهایت هم با پرداخت دیه آزاد میشه. این مجرم با سابقه و مخوف اسلام شهر و جاده صابه تو اکثر زندان‌های ایران حبس کشیده و چند باری هم تبعید شده. اما نه تنها بیرون زندان خطرناک بود و درگیری داشت، بلکه تو زندان‌های مختلفی هم باعث درگیری و ضرب و جرح میشد که همین باعث میشد مدام در بین زندان‌ها در حال تبعید و جابجایی باشه. تو دهه 80 وسط شرارت‌هاش که دستگیر میشه و به خاطر ابهت و درگیری‌های زیاد و اینکه بقیه ازش حساب می‌بردن تو زندان رجای شهر به دستور رئیس زندان وکیل بنده بند جوانای زندان میشه. خیلی‌ها که هم دوره اون تو زندان بودن میگفتن برای خودش حکومت میکرد و اسمش خیلی‌ها رو میترسون. تو رجای شهر وقتی از بندی به بند دیگه منتقل میشه خیلی از اشغالاتی ها و گندلات های زندان باهاش نشست و برخاست داشتن و یه جورایی دمپرش نمی رفتن چون می دونستن بی کل است و تخس. واسه بچه محلاش اشغالاتی و اسطوره است و واسه خیلی های دیگه اراذل. اما خیلی ها هنوز هم دوستش دارن و فتواشو می گیرن. خیلی ها هم از روی ترس طرفدارشن، اما تو منطقه خودش کم طرفدار نداره. همین باعث شده بود که کم دشمن هم نداشته باشه و پیغام و پسقام و قرار دعوا هم کم نذاشتن. اما اسطوره اشغالاتی های منطقه هنوزم زیر پستاش و تو مجازی کامنت های حمایتی کم نداره و براش می نویسن جاده صابه بدون اسی عرفعی جاده ساده است.
یه سیرفعی کله وجودش جگره و اول جگر بود بعد دست و پا. خلاصه لقب برای اون مثل خیلی از گندلات ها شهرت آورده. از گلادیاتور و ستون جاده ساوه گرفته تا اسپارتاکوس سلطان آباد. اما اوج اسم در کردناش و درگیری هاش با یه ارازل سطح یک دیگه به نام میثم شمس برای اون داستان دیگه ای بود. درگیری اسی و میثم از همون اوایل اسم در کردن ها و تهدید هاشون شروع شد. از پشت تلفن تهدید کردن به قرار دعوا تو خیابون و نوچه هاشون رسید. هرچند که میثم شمس توی یه درگیری و تیراندازی تو سعادت آباد کشته میشه و اسی حرفه ای تو این درگیری حضور نداشت، اما اسم میثم شمس همیشه تو درگیری های منطقه با دشمنش اسی حرفه ای گره میخورد و دشمنی خونی اونها هیچ وقت تمومی نداشت. از درگیری به خاطر دختر و زنهای بیوه گرفته که به خاطرش یه مهمونی رو به هم ریختن تا اینکه هر کدوم ادعای گندراتی تو منطقه رو داشتن و اشغالاتی هاشون باعث رعب و وحشت اسلام شهر میشد. اسی حرفه ای انقدر سابقه یه شرارت داشت که هر پروندگی جدیدی براش باز میشد به سابقش اضافه میشد و هیچ کدوم از پرونده های قبلیش بسته نمیشد. وقتی سال 1396 میره سر قرار دعوا و با کلی درگیری و نزاع خونین و تیراندازی از اونجا میره، فکرشو نمیکنه وسط مهمونی تو یکی از باغ‌های رضی‌آباد گیر بیفته. اسماعیل عرفه‌ای که خیلی عادی به مهمونی رفت و انگار نه انگار یکی دو ساعت قبل داشت یکی و خونین و مالید میکردن و زد و خوردشون، سر و صدای زیادی رو انداخته بود، با کلی سلاح سرد و گرم میریزن تو باغ و اونو دستگیر میکنن. شرور معروف اسلام شهر دستگیر شد. پلیس این شرور را که به اسی عرفه‌ای معروف است دیشب در مراسمی در باغ‌های رضی‌آباد به دام انداخت. از این فرد هنگام دستگیری چند قبضه اسلحه کشف شد. اما با رفتن به زندان هم کمی از خشونت ذاتی و اوباشی اسی کم نشد و تو زندان رجای شهر و چند زندان دیگه کم با گندلات ها و با سابقه های زندان در نیافتاد و زد و خوردش باعث نشد کم بیاره و کوتاه بیاد. همین براش حبس های داخلی زندان هم اضافه کرد و بیشتر سالهایی که حبس کشید برای جرم بیرون زندانش نبود. اما هر کدوم از این لات ها و ارازل با سابقه وقتی دوربین خبرنگارا رو میبینن و ازشون میپرسن از سابقه شرارت ها و درگیری هات پشیمون هستی، خیلی با غم و غصه میگن آره پشیمونی. اما با اینکه اسی نه اینجور فیلم ها را داره نه فیلم های روخ لاتی، ولی نصف عمرش تو زندان بوده و پشیمونی تو چهرش دیده نمیشه و درس عبرت هم نگرفت. اسی حبس کم نکشید و درگیری کم نکرد و دیه کم نداد. اما به خاطر همین آسیب ها و حبس هاست که عاقبت لاتی و اوباشی چیزی جز حسرت و پشیمونی باقی نمیذاره و هر کدوم از این اشغلاتی ها آخر عاقبتشون چیزی جز زندان و مرگ نمیشه. اگه هم زنده میمونن فقط یه معجزه میتونه اونها رو زنده نگه داره. اسماعیل عرفه‌ای یا همون اسی حرفه‌ای که همچنان در زندان به سر میبره با حبس طولانی مدت توی پروندهش نوشته شده گاهن برای مرخصی بیرون میاد و دوباره به زندان برمیگرده. کسی که بارها مورد ضرب و شتم و جراحت قرار گرفته و یا خودش دنبال شر بود یا شر و خلاف دنبال اون، اما همین کلمه ی عبرت تنها خالکوبی بوده که روی پای خودش زده و نقطه ی مبهم زندگیش بوده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما را سابسکرایب کنید و زنگوله ی کنارش رو هم بزنید.